نهمین روز خرداد ماه برابر با 30 می، سال 810 خورشیدی برابر با 1431 میلادی، سوزاندن ژاندارک یکی از شخصیت‌های تاریخی فرانسه که سالها بعد به قهرمان ملی فرانسه و قدیسه‌ای در کلیسای کاتولیک مبدل شد. ژاندارک دختری روستایی بود که چون نگرانی مردم کشورش از هجوم سربازان انگلیسی را دید، در عالم رؤیا خود را مأمور نجات کشورش دانست. از این رو با پافشاری تمام، سردار گروهی از لشکریان شارل هفتم فرانسه شد و با عده کمی انگلیسی ها را مجبور به ترک محاصره اورلان از نواحی فرانسه کرد و بر آنها پیروز شد. ولی در جنگی دیگر و به دلیل خیانت شهردار این شهر به دست نیروهای انگلستان اسیر شده و پس از محاکمه در یک دادگاه کلیسایی به جرم ضدیت با قوانین کلیسا محکوم و در میدان ویومارشه شهر روان سوزانده شد. سال 1157 خورشیدی برابر با 1879 میلادی، در گذشت فرانسوا ولتر، فیلسوف و نویسنده مشهور فرانسوی. فرانسوا ماری آروه، معروف به ولتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی که به دلیل سرودن هجویاتی علیه برخی مقامات حکومت ابتدا دو بار به زندان محکوم و سرانجام از کشورش فرانسه تبعید شد. گروهی انشاء ولتر را خارق العاده می دانند و عقیده دارند در زبان فرانسه هیچ کس نتوانسته به این روشنی، زیبایی و صحیحی قلم فرسایی کند. او در این حال انسانی آزادی خواه بود که به آزادی اندیشه، بیان و اصول حقوق انسانی پایبندی بسیار داشت و به همین دلایل هم عده‌ای از او به عنوان یکی از کسانی که جامعه فرانسه را برای انقلاب آماده کرده یاد می‌کنند. از ولتر آثار متعددی چون فرهنگ فلسفی، تاریخ پتر کبیر، ساده دل و ژول سزار بر جای مانده است. سال 1303 خورشیدی برابر با 1924 میلادی، در گذشت میرزا علی اکبر خان نفیسی، ملقب به ناظم الاطباء کرمانی، پزشک و ادیب ایرانی اواخر دوران قاجار که نقش مؤثری در امضای فرمان مشروطیت داشت. میرزا علی اکبر خان نفیسی که تحصیلات ابتداییش را در شهر کرمان به اتمام رسانیده بود، با مساعدت والی کرمان راهی تهران شد تا در رشته طب مدرسه دارالفنون ادامه تحصیل دهد. هوش، ذکاوت و پشتکار ذاتی این جوان کرمانی به زودی موجبات چنان شهرتی را برای او فراهم کرد که ناصرالدین شاه تازه از فرنگ بازگشته بود، در میان آن همه درباری با سابقه کار ساخت مریض‌خانه‌ای به سبک اروپایی را به او محول کرد. از آن پس علی اکبر خان که آن روزها ملقب به حکیم باشی شده بود، در احداث چندین مریض‌خانه به سبک اروپایی در تهران، مشهد و سایر نقاط ایران نقش به سزایی ایفا نمود. وی همچنین پس از مدتی نخستین مجلس حفظ الصحت در تاریخ ایران را بنیان نهاد. هرچند از ناظم الاطباء تألیفات متعددی در زمینه پزشکی به جا مانده، اما آثار ارزشمند غیر پزشکی او را نیز نمیتوان نادیده گرفت که شاخص‌ترین آن عبارت است از فرهنگ لغاتی 4 جلدی با نام ناظم الاطباء.